آغاز رزمایش بزرگ موشکی ارتش در آستانه سالروز آزادسازی خرمشهر، منطقه عمومی کویر مرنجاب کاشان امروز شاهد برگزاری نخستین مرحله رزمایش نیروی زمینی ارتش بود. شلیک موشک‌های کاملا بومی نازعات و فجر 5 از مهمترین تمرین‌های امروز رزمایش بیت المقدس 26 بود. معاون عملیات نیروی زمینی ارتش گفت برای این عملیات یگان موشکی برای اهداف دوردست طراحی شده. رزمایش بزرگ موشکی حیدر کرار. اصلی ترین هدفی که ما در رزمایش حیدر کرار و بعد از اون رزمایش بیت المقدس دنبال میکنیم ارتقاء توان عملیاتی نیروی زمینی هستش. در این رزمایش که در منطقه کویری مرنجاب آران و بیدگل برگزار شد، انواع موشک‌های زمین به زمین با موفقیت به سوی اهداف تعیین شده شلیک شدند. ما نسبت به گذشته الحمدلله ارتقای آمادگی رزمی بسیار خوبی داشتیم و این رزمایش ها هم در همین راستا طراحی شده. افزایش برد عملیاتی و انتقال تجربه از مهمترین اهداف رزمایش بزرگ موشکی حیدر کرار است. یکی از مسائلی که امروز دنبال میکنیم انتقال تجربیات است. اساتید و پیشکسوتان رو ما دعوت کردیم، تمامی فرماندهان گروه های توپخانه نیروی زمینی، اساتیدمون از دانشکده مرکز آموزش توپخانه اینجا حاضر هستند که دانسته های خودشون رو به افسران جوان و درجداران جوان منتقل بکنن که این انتقال تجربه سبب انتقال دانش هم بشه. از دیگر ویژگی های این رزمایش استفاده از ادوات بومی بود که حکایت از تخصص بالای نیروی زمینی ارتش داشت. به کارگیری تست و در واقع امتحان ادوات و تجهیزاتی است که به صورت بومی در راستای نیازهای نیروهای مسلح نیازسنجی شده، تولید شده و امروز اینجا ما اینها را با کارکنان خودمون به مرحله آزمایش و تست خواهیم رسوند.